خونه این احمد آقا رو پیدا کردن کاری نداشت. دنبال سایت میمدن منو میورد اینجا. حالا سه تایی نشستیم، تو و من و عکس احمد آقات. خب نگاش کن دیگه، نمیبینیش. حواستو جمع کن ببین من چی میگم. این دفعه باید گوش کنی و هیچی نگی، حتی یه کلمه. میخوام یه دفعه هم که شده حرفمو بزنم. خوب فهمیدی؟ این دفعه مثل همیشه نی، گوشاتو وا کن. فقط یه دفعه بیای تو حرفم، جنازتم پشیمون میشه. به ردیف از اول میگم، خوب میدونستی که سر و ته زندگی من همین یه برادره. درس نخوندم و کار کردم تا رفت دبیرستان و دانشگاه. دل همه ما خوش بود که نظربازی و عشق و زن و زندگیش تویی. از وقتی که این حلقه رو دستت کرد هیچی نگو، یک کلمه حرف نزن. این احمد آقاتون میچلوندیش دوتا عبد ازش میافتاد. آدم بود که بعد از برادرم، بعد از محرم شدن تو خونه ما ولش نکردی؟ چرا باباتی چی نگفت؟ دور از رضا بهت گفتم تو دیگه زن رضا عروس مایی، از دست من نمیتونی سر بخوری. دفعه آخر گفتم، دفعه آخریه که میگم، دفعه دیگه نفس نداری. کی اسم تو رو گذاشت شریفه؟ سلام داداش، آرزون بود شما رو آزاد ببینم. جیونه داداش، درست که تمام شد؟ بله. بریم سراغ مادر. بفهمید. پسرم چقدر شکسته شدی، موهاتم سفید شده. فقط مادری که وقتی دست به ماهی پسرش میکشه میفهمه که سفید شد. دستم درد گرفت، خیلی درد کشیدی. چشات چی شده مادر؟ چی نشده. سلام علیکم. خیلی از شما حدیث مهر و حیا شنیدم. خلاصه مخلص خانواده و جای خالی شما. این فرهاد خان شوهر بنفشه است. منم سفید کردم. سایه مادرم رو سر ما برکته. افلک اینقدر در فراغ شما چشم در موند و قصه خورد و گریه کرد تا سوی چشاش از بین رفت. اینم امیره، دستپوس شماست. سر. سلام پهلوون. خوبی؟ اسمشو امیر گذاشتیم به یاد شما داداش. تو همونی؟ اگه همونی چرا همون قدی نموندی تا من بیام؟ وقتی رفتم تو این لعنتی تو 5 سالت بود، انداختم به تقا بالا باشه خونه. شما هم همون قدی نموندی داداش، پیر شدی. من بی شما ها پیر شدم، شما ها بی من جوان شدی. تو چرا ساکتی؟ هیچی داداش، نگاهت میکنم. کار با هم زیاد داریم، بریم خونه داداش. یا داداش خیلی گذشته، تو شادی اومدن گریه نه. چرا به من نگفتی؟ بفهم مادر گفت. هر دفعه اومدم ملاقاتیتون خواستم بهتون بگم نذاشت. یوسفم نمی آوردم برای اینکه نمیتونست جلو خودشو نگه داره. یوسف خودش کوخ. اون که خب چندک شد؟
معلوم نیست به این حیات چه خبره. روز نیست که دسته های لاشخور تو این حیات ولو نباشن. اینا کیان تو حیات؟ اینجا هم میده آقا موقتی اومدیم، میخوان اینجا رو چه میدونم برجک بسازن. برچه شیش ماه خالی بود، برای این شیش ماه ارزون اجاره میدادن. برای همین این دکوره، این تماشا خونه. اونایی که تو حیاتن میگن عمرش تموم شده. این خونه یه هوا عیونیه، عیونیه علکی. این شیش ماه رو ما اگه چهار پنج تا معامله درست حسابی بکنیم میتونیم یه جوری رو سلیقه شما مادر نمیدونم، حال ما نیست. خوب شد مادر آخرین خونه ای که دیدم خونه خودمون بود. درخت های افرا، بید مجنون که سایه هاشون تو قاب حوض افتاده بود، همه تون توی اون حوض آب تنی کردین. پدرت رفت، تو رفتی محبس، یوسف عزیز کرده ای مادر تو نوجوانی یتیم شده. دیگه نمیشد، حتی نمیشد یک نفس تحملش کرد. زمان خراب شده بود، محله خراب شده بود. رضا دیر به خونه میامد، فروختیمش، فروختیم، سرمایه کردیم، دادیم آقا فرهاد که خونه رو بگردونیم. بسته مادر، حالا که امیر اومده یوسف هم ایشالله میاد، دوره هم هممون برمیگردیم اون طرف ها. یک گشتی بریم داداش؟ بله خوبه. آره دوتایی درد دلی یه سلام بریم میشه پدر. آره داداش خیلی حرف داریم. امیر فرهاد داماد خوبیه، خونه رو میگردونه. بهترین پیتزا. کامران دو تا نوشابه خنک. داداشه جواد دو تا نوشابه بر بذار رومی. دست شما درد نکنه داداش، خیلی با درد و دل دارم اما بدون فشار عصبی. مردم یه جور دیگه حرف میزنن، ما اونقدر نیست که نبودیم، اما انگاری حرف اوقت های جورای دیگه است که من خیلی هاشو نمیفهمم. معنی های اون چیزایی که میدونستیم عوض شده، اونایی رو بگو که خیلی وقت نیستن. من داداش فرصت نشد که بهتون بگم که همه زندگی من از شما دارم. شما برای من همه چی خواستین که برای خودتون هیچی نخواستین. اما کاش که میذاشتین که این تصمیم آخر رو خودم میگرفتم. کدوم تصمیم رو خودت میگرفتی؟ اینکه زندگی خودتون رو برای من نابود کنی و آدم بکشون بریم زندان. من بیشتر مال زندون و کشیدن جور بودم. جوان فهمیده درس خون قاتل بشه. گفتم داداش من تا آخر عمرم مدیون شما، اما خب به قول خودتون خیلی چیزا تغییر کرده. خیابونا، ماشینا، لباسا، حرف زدن به هم ارتباط پیدا میکنه. ببین داداش گوش بده، تو رو به عربا خاک آقا جون بهت بر نخوره. من اگه میدونستم که شریفه با احمد هنوز رابطه داره یه جور دیگه عمل میکردم، که به قول شما هم به وجدان خودمون بر نخوره نه زندگی خیلی ها دفن تعصب بشه. تعصب خوبه
اما نه اونقدر که اجازه داشته باشه زندگی یه آدمو نابود کنه، اطرافش رو به این ببره. اون میرفت به سلامت، جهنم هم تو زندگی ما نمیافتاد. نه دیگه اون احمد قسم خورده منتظر جون شما میشد، نه خونواده به هم میریخت، نه زندگی شما سیاه میشد، نه آقا جون دق مرگ میشد، نه مادر اونقدر گریه میکرد که چشماش کور بشه. شاید بچه شریفم که به دنیا میومد یه آدم به درد بخوره این مملکت میشد. پزشک قانونی بعد از اینکه کالبد چکافی کردن به شما تو دادگاه چی گفتن؟ حامله بود. همون پدر مفنگی و معتادش اومد رضایت داد شما رو بخشید. تازه برگشت گفتش که اگه راه داشت یه کاری میکردم که شما زودتر از زندان بیاییم بیرون. در رعشه هر ترانه ترسی، در رعشه هر اون احمد تمام این 12 سال و سیاه از تنش در نهی برده بود، مثل دیوانه ها شده. یه روز همون روزا منو دید و یهو حرف زد، گفت شب قبل از اون حادثه میخواسته بیاد با شریفه از مادر و خانواده ما عذرخواهی کنه که نشده. 12 ساله که به قول خودش سیاه تنشه و عزادار زن و بچهشه. خونه رو برای این فروختیم که دیگه نمیشد کارای اونا رو تحمل کرد. نصف شب یهو صدای حوارشون تو کوچه میومد، گریه میکردن، نفرین میکردن. مادرم گریه میکرد، یواشکی میرفت تو زیر زمین، صورتشو چنگ مینداخت، نماز میخوند. داداش پونم نمیتونست دیگه درس بخونه، شبا نمیومد خونه، تحملش دیگه غیر ممکن بود. شما با اون کاری که کردین مسائلی رو برای ما به وجود آوردین که فاجعه بود. تا پاشیده شدن خانواده رفت دیگه نزدیکتن این فامیلا برای ما غریبه شده بودن. این که میگم داداش با هم منطقی حرف بزنیم، به هم گوش بدیم، خب اگه وجدانه برای هر دو طرف این حادثه ها هست. اما داداش بزرگ من این حرفا دیگه تو حوصله امروز نیست. چیزایی گفتی داداش که حالم از این آزادی به هم خورد. از این آزادی دیروز تا امروز. اما سیاه پوشیده 12 سال، پدرمون شریف مرد، آبرتون تو محل رفت، تکلیف ناموس فروشه چی میشه؟ اگه قرار بشه هر کی بیاد و بشه ناموس و خونواده و عزت مرد و بعدش خلاف بکنه و خیانت بکنه و ناموس فروشی، بعد بیاد بگه چی گفتی؟ میخواستن معذرت بخواند؟ جواب وجدان مرد رو کی میده؟ من روز شب کار کردم، خیلی کارا کردم تو درس بخونی. نیم ساعت پیش یارو گفت بار میبری یا سیری؟ اگه تو امتحان بودی، تو درس بودی، نمیگفتم سیرم. اما نه برای اینکه درس بخونی بگی مدل ماشین ها عوض شده، خیابون ها چراغاش زیاد شده، وجدان و این حرفام تمام شده؟ شرف و ناموس که بودن نداره. من نمیدونستم حامل است. به منم که تو دادگاه حرف بچه رو زد، گفتم دیگه بدتر. هرونی هم مسافر داشته، به خودم نمره بیشتر دادم. اون از سیاه پوشیده، من 12 سال چیکار میکردم کجا؟ نمیشه 12 سالو یه ساعتشو تعریف کرد. گفتم بهت، بابا بزرگ حرف بچه رو نمیفهم. یا حاکم گفت 12 سال تو جهنم. حاکم اصل رو پیش شما دارم میبرم. آبرتون رو بردم، مادر رو کور کردم، پدر رو کشتم. داداشم تو هر کی این حرفا رو بگی میگه راست میگه. من کوچیک شما، اگه به جای تو خودم درس خونده بودم. والا من منظورم این فکری که شما کردین نبود. من راجب منطق جامعه امروز، راجب یک جامعه رو به جلو دارم حرف میزنم. والا کارش این یارو آواز میخونه یا عربده میکشه. امشب شب اول آزادی، درد دل کردیم داداش کوچیکه.
کامران چیه؟ دست به این پیانو میزنن صبح؟ نه، چطور مگه؟ سونات پیتزا میزنن؟ نه، کسی دست نمیزنه. اما دست نزنید دیگه. رضا، سفارش داری؟ میای؟ من الان برمیگردم، پیتزاس رو میدم گرم کنه. من دوست ندارم. کجا میری؟ زود برمیگردم. پیتزاتون رو بخورین اومدم. من اینجا کار میکنم، سفارش غذا میبرم. خداحافظون داداش. داداشم رفت؟ پشت سرت رفت. من که بهت گفتم ازش پذیرای کن تا برگردن. صدای مانی زیاد بود نشنیدم. دیدم یه چیزی داری میگی. خیلی هم اونو پول پیتزاشم خودش حساب کرد. در نیا 10 تا پیتزا زعفرانیه. لادن تلفن کرد. امشب با بچه ها میام. بری برگردی اومدن. بیا. که درس نمیخونه. درس خوندن این خانواده‌های خیلی پولدار یه اخلاق سنتیه. نه نه دادی. گفتم شاید شده. نه بابا. هر شرطه فیلم رو بالاخره میگه. حق داره بابا ویلکام. یه فیلمه. Graduate 2. این دفعه دیگه پسر داستان آفمن نیست. این مشتبه تو دانشگاه فقط درس میخونه. اونم فقط تیتر میخونه. میونه این همه خط و خط بازی. فقط با کارگزاران میونه این. شما ما را آوردی اینجا پیتزا بدین و به رضا معرفی کنین یا بذارین اون وسط؟ نه بابا، سیاست خارجیش قویه، میزنه برای سفارت. سرمایه‌داری مشروع. آدم اسمیتی ایشون سوسیالیسته. فقط نشاط خرداد ورق میزنه. فقط ورق میزنه. چی میگی؟ نکنه میخواین راه بندازین. باشه، اصلا این کارگزارا جز ضرر و مزاحمت‌های سیاسی و تو حاشیه بودن چی برای خردادیا دارن؟ دفاعشون سکوت. قشنگ دیروز قشایار میگفت مشتبه هنوز فکر میکنه نخست وزیر موسویه. ببین لادن چی دارن به مهمونت میگن. یعنی درس خونده و یخ بسته. یخ شما هم از دوم خرداد به این بر باز شد. دوم خرداد نبود تو یکی حداقل فکر میکردی نخست وزیر هنوز گاندیه. اینقدر کراگه بیل دیدی و دوست داری که هنوز همه چیزو برباد رفته میبینی. اونم با ابروی اینو مثل حزبای دیگه نیست. کدوم حزبا؟ این همه حزب. آدماش مهمن. حزب باشن یا نباشن. نصف اینی که خردادیا دارن از تابلوهای شهرداری دارن دیگه. راست میگه این. حرف حساب. اگه یکیشون هم رفته زندون کارگزارانیه که زندان با تلویزیون و موبایل و استخر و سنا و جاگوزی و ترمه چشم ساکتی امشب چی شده؟ یکم تب دارم.
میریزن به یکی میخوره. اما بی‌انصافی میکنی رضا. بیکاری که به خردادی‌ها ربطی نداره، بیکاری ریشه داره، سرش وصل به اقتصاد. بیا یه مقاله است، بیا اینو بخون. عبدیه، نمیدونم جلای پوره، گنجی. ولکن بابا، حالا خوندم. جلای پور، گنجی، عبدی، شم، این همه. تو که دادی شب پریشب خردادی بودی؟ مگه حالا نیستن؟ یادم باشه خردادی ها و خاتمی چی ها فقط ما نیستیم، خودمونم بهتر میدونیم. خیلی ها مثل ما ها چون فکر میکنن خاتمی قراره خیلی کارا با آزادی بکنه، میگن خاتمی. اگه همه ما دوم خردادی بودیم که دیگه بحثی بود. ما همش که سیاسی شو، برادر تو بگو. اینه که حرفای سیاسی نیست، حرفای روزمره و یومی است. بچه کی سمت شاهده بیره؟ ما رو با خودش ببره، حالا خوبه. امروز امیر از امیر اومده بود بیرون، خبر یوسف رو براش گفتم. خونه منم جابریه. از مرگ پدرم سخت‌تر بود، غریبه غریبه بود. پول خونه رو چیکار کردی؟ بیار وایست تو. جواب امیر چی می‌خوای بدی؟ بودو پول زدم به معامله. معامله هم اومد نیمت داره. مردی که پس بوی این تریا که هر شب از لباست بیاد از کجا میاد؟ زبون دراز شده ها. ها خیال نکن خبری شده. آره. امیر رو دیدم جون گرفت. اون رضا نیست. اگه بفهمی کلکت کنده است. از همون اول فهمی تو یه لقمه چه ماری هستی. حیف حیف که بچه داری. من از قاتل میترسم ها. تموم شد دوره این حرفا، تموم شد. به اینا میگن لومپن، میدونی؟ لومپن، آره میکشم، مال خودم رو میکشم. بکش تا بمیزم. میزنم تو آره مادر، رضا کجایی تو؟ برادر بزرگ تازه اومده، دوره هم باشی. میگم رضا، نکنه پول خونه باز برا برادر درد سر درست کنی. واسه منم زنگ ساختمونو که نزدی. نه بابا، یه دفعه واسه من بود. بیا تو بی سر و صدا. یواش بیرون بشینیم یا بریم تو؟ هر جا که بودی بریم تو. دلم برات تنگ شده بود، بالاخره به مانی شعر دادی. حالا بریم تو. بهتون شعر ندادم، تصنیف دادم. کیفوره تصنیفه بود، داشت براش آهنگ میساخت. اینا چیه باز آوردی؟ تو میگی باید حساب نمیکنن، اما این روزا همه چی حساب داره. از یک قرون نمیگذرن، میخوان از پیتزا بگذرن. بابا این کارا چیه؟ میشستی میآوردم. کفشتو درم. بهترین نقطه دنیا تو یه باب، اما تو تا تو به قوله من. چی شد؟ رفتی؟ من اینجا بس دلم تنگ است. این که طبیعیه، دلمو گرفته. تو بگو. دیروز تا حالا خیلی دلم میخواست باش تنها باشم. حوصله هیچ آدمی رو نداشتم. مادر خواهر ندونن بهتره. میگن سبک میشن، اما باشه برای بعد. اینجوری فکر کردم توی وقت درست بهشون میگم. اما چه حالی داشت رسا. کاش میمدم، اما نه، تو باش تنهایی خوش گذروندی. عجیب بود، یکی از اون زنده مونده ها میگشت، بو میکشید، با خودش حرف میزد. بعد آروم
دفعه گفتم صدای موتورای لعنت گرفته آسایش همه رو بریده. مرتکه میگه تو چشت به موتور من باشه. اصغر آقا منم کاسبم، آزارم به کسی رسیده؟ موتورشون رو روشن میکنن تو دکونت میان عین زنای بیچونه. ده حرف صداش خفه کن. چی بابا من که حرف سر بالا زدم گفتم خر چشت به این موتور باشه، هی هوار میزنه. عزیز خانم ما که همه جوره هوا شما رو داریم بابا، خاموش کن دیگه. داروغن دارین اصغر آقا؟ حرف دهنه تو بفهم. جمع کن خودتو جواب جوگداد میدنی که چی مردم جمع کنه؟ تو دیوونه شهر چی میکنی؟ اگه گوه زیادی بخوری حالیت میکنم. تا ماتر خود تو خاموش نکرده فکتو ببن، فکتو ببن، تو گوش تو پاره ترتره. آره تو دکن آره آقا آره داده هاش با خانم چه بلند حرفه میزنن. خانم خانومه سبت فروش که باشه احترامش بیشتر. بفرمین آقا تموم شد بفرمین. داداش بودوم داداش آقا برو بی خودی داداش خواهر آبجی بعد که بهش میگم موتورتو خاموش کنه برای من گردن کلفتی میکنه. دماغشو بگیری جونش از نه تا سوراخش میذاره بیرون. شما چی میگی جا خوش کردی؟ سبزی هم نداری فعلا. از حبس میام، از محسن خان خبر و پیغام ببر. این انگشتره میشناسی؟ شده مینه ملک جمشید باز انگشتر نشون بدیم رد شدیم. شدی کنیز مشواقر هی غار 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 زد موتورم داغون کرد عذیتش کرده. حالا این کنی یا حالا بکنم خاموش کن دیگه. شما که همسایی عزت این خانم با منه. از حالا عجلی خانم شیره شما کی اونی؟ اونش به وقت آجت همسایی و کاسه بره همین خوشم نرم حوار بکشم یه تیره این نرمارده رو میکشی پایین. اما قد دوالا شدوان نیست من صدا کلوف میکنه خوشم بیگه یا دهبا حالا میشه یا نیم ساعت تحتیل کنی خانم بیشین اسمت یادم رفت. امیر خان میتونستیم بریم اتاق خیاطی اون بالا، من خیاطی هم میکنم. این همه خروس اجاره دادم به حسین خروس شرطی. خیاطی زیر سر سبزی فروشی زنده است. اگه روزی یه دفعه دم خونم داد نزنم میگن این بیوه زن تنها زندگی میکنه، داد نزنی میگن مرده است. اگه شما چقدر زور دارین هم میدوزین هم میبرین هم سبزی فروشی میکنین. اون کوچولو دخترتونه محسن خان نگفته بود؟ محسن از فامیل بریده چه برسه به من و این بچه. اسمش عاطفه است، تازه بهش برش یاد دادم. محسن خان حواله کردن 2 میلیون تومان از طلباشو بگیرم بدم به شما. چی شده محسن یاد ما کرده؟ این پول زندگی منو به هم میریزه، به اینی که دارم عادت کردم ترازم در میره. محسن خان تو سفارشاش خیلی شما رو مقصود کرده بود. من برای یه برادر 12 سال رفتم زندون، الحمدلله داره دوماد میشه. یه برادر کوچیک دارم یوسف اسمش، 12 سال ندیدمش. حالا میگن مریض احواله تو آسایشگاه اسماعیلی زیر اون برج بزرگه لب خط اتوبان. تو اون آسایشگاه یه آشنای خوب دارم بهش میگم عمه ماری، خار شوهرم بود. موهاشو بور کرد اما باز شوهر گیرش نیومد. شوهر شما؟ شوهرم 9 سال پیش رفت سوئد واسه کار، صفر که شد مارم ببره. به هیچکی نگفتم، به دخترم هم نگفتم. من؟ از یه ساختمون تازه ساز افتاد. من خیال میکردم شما زن محسن خانی. شما از حبس خودت سرپایین نباش، بالاخره هر آدمی یه دفعه واسه زندان رفتن خلاف کرده گناه کرده. بابا پولو باید از یه آدمی بگیرم اسمش فتح الله است،
نشونیش هم همین دوره بره گیرو را میندازه خروس بازی داره پول شما رو در جا بدم برم یوسف رو بیارم مامان چرا خندیدی؟ اون آقا هم خندید مصطفی. سلام مجد خانوم بفرمایید خوش آمدید بفرما آخه خوبی شما قربون شما اینجا خوبیت نداره حسن شما فقط جلدی بیا دل با پس نباشین بس که اینجا زندگی ما قربون شما خب آم مصطفی کاسبی چطوره والا زندگی شک یهو تموم کرد چه مرضی مرض خدا بیامرزدش خدا هم باید شما رو بیامرز یه 70 تومن پیش خدا بیامرز مهدی بوده که گفتن شما وصول کرد جاش که نمیشه اما حسابش با منه امر محسن خانم که حرف توش نیست فرستاده شونم چشم رو چشم بفرم 100 تومنش عجله هست 2 تومن بالا خصوصی آقا محسنه نقدش حاضره بقیهش هم پیش اینا اونه جمعش میکنم من طلبی هم محسن خان ندارم امانت به امانت سپرده دسته زیادم طالبش نیستم خیلی چکری این روزا هیچکی صاحب خودش نیم این روزا حبس عمدتره جرم سر آدم های خلاف و بیگناه پر میزنه انگار همه جرم داره مگر اینکه خلافش ثابت بشه بفهم کی میری ملاقات؟ همین هفته ببینم این خانم آفیس من این نیست اما بیشتر وقت تو همینجا ای کاری با من داشتی وقت نمیخواد یه راست بیا همینجا دیگه خودم کار میخوام
خلاف نباشه یه جورش با پول تمیز کار میکنه. مگه پول تمیزم میشه؟ چیزی که این همه تو دست این ور اون ور شده دستمالیشو مگه تمیز میشه؟ شنیدم سوادت هم خوبه، دفترداری حزب و پادیای سیاسی کاری دوست داری؟ مرگو میرش مال رئیس رو اساشه، تو فقط بگی چشم. وقت تیک بستنه، شما با دکتر کنید. من بهش میگم سول، میگه 5 به 3. من میگم مساوی. همینجوری سرتون نخونه تو که چی؟ حتی باید منشی باشه، وقت بده. این خروسا که وای نمیستن، این خروسا افتادن. تیک ببندیم 5 به 3 وقتی که با این چه خروسا من آپشن داره؟ قبول. آپشن که تو دعوا به درد نمیخوره. این خروس یه پا میخوره، در میره. یه خروس هم از تا آخرش وای میسته تا آخر ریونج. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش اومدید. حال شما خوبه؟ تشکریم. میبخشینا. خواهش میکنم. مهمون قدمش رو سر ماست. بفرمایید چایی. خیلی ممنون. بریم خانم. چه خبره؟ یه مغازه جواهر فروشی رو خالی کردن، دو تا جوون موتور سوار. باز دیاین نردبون از زندگی مردم بالا میره. بریم خانم. خداحافظ آقا. سلامت. خوش اومدید. دیشب لادن با رفیقاش یه سر اومدم پیش من. یه چیزی مثل ویروس افتاده تو ذهنم. بذار بقیه شما هم بگم. یه جوون فوق لیسانس، انگلیسی پرفکت، محکم، روشن فکر، از همه مهمتر پاک. بعد اون وقت شروع میشه. بچه جون بشر یا خوبه یا بده. یا فرشته است برای اینا یا خطرناک. اما بهترین انتخاب برای دوره‌های عاشقانه جوونی. برای این دخترای فالچی. هر وقتم که دختر خواست میره مردی همون وضع تو فرق. نه اینکه به سیاق سیاسی بگم، اونم خیلی مهمه. اینکه تو نداری اون داره، نه تموم شده. رفتار رضا، رفتار تو تو زندگی خودت فرق داره با رفتار اون تو زندگی خودش. اون یه جورایی تو فامیلا و دوستای صمیمیش میزنن تو سر کولم، ما نمیتونیم تحمل کنیم. شاید هم ما اشتباه میکنیم، اما اینطوریه دیگه. ما از اول به یه چیزای دیگه گفتیم رابطه. موضوع خودت مهمترینه. چیه؟ قاسم تو حالت درست نیست. روم نمیشه. بگو، حرفتو نگه نده. رنگت پریده، لاغریت. از وقتی داداشت چرا نمیتونی تحمل کنی؟ رفت. چه کار داری به خودت میکنی؟ نمیدونم، خیلی سخته. از اینکه شهید شد نه، خیلی تنها و بی‌کس. همه ما بی‌کسیم قاسم. تازه شروع کردم. چیزی نیست. من جونم رو میزنم برای سلامتیت. هیچی نه. میام بشه. زود همین. آماده ای؟ آماده ای؟ رضا تلفن. لادنه. کارت دارم. مثل اینکه خبری شده. الو چطوری خشه یا؟ چی؟ مرغامین همون کتاب فروشیه؟ اومده سویچت بده. بنزینش کمه ها. ببخشید، مشتری هستی؟ نه، دوستانم زنگ زدن گفتن بیام اینجا. آها، اون پشت هستم. پیش ابی. از این طرف. سلام رضا. چی شده؟ خبری نبود، رفتن؟ نه، خلوته. بیا لادن اینجاست. چطوری؟ رفتن؟
یه هوی ریختم دو تا دسته نفهمیدیم چی شد ما همون وسط تفرک ابی دیدی که تا فروشی رو به چه روزی انداختن بازن کو اینجاست بیا سلام خوب شد اومدی سلام رضا حالش خوبه بهتر شده گیج افتاده بود وسط پیاده رو چون هم فروشیه این پاشش نمیشته بریم رستوران بریم رفیق هر ترانه تنهایی ما دشمن هر دسیسه پنهانی این بر خیابون همه خردادیا بودن اونا نمیدونم کیا اول مرگ برگفتن اول از مهاجرانی شروع کردن استیزا مهاجرانی تو قاتل فرهنگی همبسته نوری یهو ریختن سرمون میونه ما بودن کاش میونه هم بودیم داره میشه یه بازی فقط دارن سرمونو گرم میکنن کانون نویسندگان شده یه بهانه کانون واقعی رو که دولت نباید بسازه آزادی قلم و بیان کار میبره وزیری که خودش بگه مارکسیسمو دوره کرده قبل انقلاب انتخاب خودش هم کرده اسم مهم نیست وزیر فرهنگ تو هر تاریخ و وقتی که باشه باید اهل تئاتر و موسیقی و ادبیات باشه ما چه میدونیم
شاید همه وزیرا تو جایگاه خودشون یه پا مهاجرانی هم. با فلسفه که نمیشه مملکت رو اداره کرد. مملکت و قانون و قدرت و آزادی با هم اداره میکنه. قانون که دست یه جناح، قدرت هم که دست جناح دیگه. آزادی هم که از تو خیابونا و روزنامه‌ها شروع بشه چماق می‌خوره. همین الان که دور هم نشستیم داریم از آزادی حرف میزنیم یعنی چی؟ گفت که تمرین آزادی گذشتن از آشوب و استرابه. اما از آزادی حرف زدن آزادی نیست. تا تقسیم قدرت عادلانه نباشه، حالا عادلانه چیه یه بحث دیگه است. تا تقسیم قدرت معترض نداشته باشه درگیری هست. من هنوز تعریف درست و دقیقی از جامعه مدنی لااقل من جای نخوندم. منظورم انتباقه که تعریف دقیق و درستش پیش کانته. روزنامه ها شدن حزب. یادم میاد آقای خاتمی حرف خیلی اساسی زد، گفتن من رئیس جمهوره همه هستم، ما همه ملتیم. خب این فکر خیلی مترقیه، اما اجراش متکی به چیه؟ اونا تو تقسیم قدرت خاتمی رو قبول ندارن. این سال هم یه دوره است تموم میشه. هر دوره یعن اسمای خودشو داره، اما اون قدرتی که بتونه تاریخ رو صاف کنه برای آینده اون مهمش. میگن توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی. هیچ توسعه یا توسعه دیگه جدا نیست. اقتصاد فرهنگ رو میاره، فرهنگ سیاست رو میسازه، سیاست اقتصاد رو میاره. این یعنی ارتباط با اقتصاد جهان. اقتصاد جهان هم یا حداقل یه بخش مهمی از اون یعنی آمریکا. اون وقت میشه پر شرط شد. بله درسته، توسعه اقتصادی و سیاسی جمعشون با هم میشه یه اجرا، اما این اجرا قدرت میخواد. این ارکستر باید درست بزنه، به قول مانی فالشی نداشته باشه، اول اینو دوم اون نداره، یه زنجیره. دست رهبر که بالا میره آرایش و کمپوزیسیون این ارکستر باید درست باشه. ویالون دوم کمر قتله، ویالون اولا نمنده. اون موقع ما صاحب یک موسیقی اجتماعی صحیح با یه خلاقیت واقعی هستیم. این ارکستر رو کی انتخاب میکنه؟ رای مردم. دادن چیزیت شده؟ میخواید بریم بیرون یه قدم بزنیم؟ دلم گرفته. هیچی، بریم. چقدر سخته، هیچ تمرینی به اندازه آزادی عذاب‌آور نیست. این خیلی خوبه بچه ها، سگرماهاتون رو آلوا کنیم.
نمیشه گفت چی گذاشته، فقط بد گذاشته. تا صبح دیگه تموم میشه، آخراشه، دومش مونده. دومش مونده، حریف همه لحظه‌هاش هستی. نه اینو همه چی دوم. امروز صابخونه اومد پیشم، من کلید گفت قدر این رفیقته که شبا با موتور یواشه که میاد پیشت بدون. پیره برده همه چی رو میبینه و میفهم. جلوشو نمیگرفتی سخت میشد. حالا باید دوتایی با هم دیگه ترک کنیم. گرفتاری من ترکش بیشتر است و کار میبنه. میشه بیمارستان خوابیده عشقو ترک کرد؟ کاش که میشد. عشقو که نمیشه ترک، تو عاشقی، من متنفرم. این پسر هر روز از زنگ میزد میومد بگفت من خستم، درد مشترک داریم. همین درد مشترکش داشت کار دستم میدم. هیچ دردی مشترک نیست، هر دردی من هر آدمی تا نداره جز درد اجتماعی. منظورم عمومیه. این صابخونه همه این خانواده‌اش رفتن خارج، تناس یه نویسنده پیدا کرده داره ترجمه میکنه، اسمش سخته، ماریو وارگاس یوسا. میگفت باور نکردنیه تو دنیای امروز یه نویسنده داره از فقر و تنگ دستی مینویسه، همه مردم هم میخونه. چیزی که میگفتی دورش تموم شد. رضا یه چیزی میگم، نه نگو. سلام. سلام. خیلی هواتونه کردم. هوات خالی نیست، با شما زندگی میکنیم. بفرما. اول بگو چیزی شده؟ نه. دیر کردی. همه چی همونی که شما میخواستی شد. مثل همیشه. صدا هم مهمون داره. تنها نیستی. خب بگو. فتح‌الله رو دیدم. همه چی شد؟ انگشتر شما نه نمیذاره. این هنبونش هوا میخواد که بدهیش پاک صاف کنه. تو چشات نگاه آمده، دست و تنت سر جیاش آمده. دیگه اجلی خانومو دیدم،
یه پارچه خانوم اصل، اما وضعش خوب نیست. کدوم وضعش؟ انگشتا رو دید؟ بله، ندیده بود که زیر چادر میموند. انگشتا رو شما دلش رو قرص کرد، خیاطیش کار نمیکنه، خرجش زیاده، روش هم نمیشه از شما بگیره. شوهر سابقش هم آفتابی شده. فکر نکنم، یعنی نمیدونستم مردی خانم. مردی که از اول تمام بود پیدا شد. سر را دیدیش نقص عضوش کن. نه خودت نه، مردی که یه مرغ. چشم، اجازه میخوام. اجازه برای چی؟ گفتم خودت نه. خودم اجازه میخوام محرم شه. سلام. اجازه است؟ بفرمایید. سلام علیکم. ببخشید پیانو قسطی نداریم، ارزون هم نداریم. سلام آقا. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ انتخاب کن یوسف. ببخشید مبتدی هستن؟ حالا چرا میخوای زود سر ببری و بندازی تو دیگ؟ چشم، چشم. پیانو هم یه خورده گرونه، هم یه خورده مشکل زدنش. سبزی بفروش و داد بزن و چرخ بکن و مادگی بدوز. محسن نمیدونه شوهرت مرده، منم بهش نمیگم. خوب کاری میکنی، نمیخوام فکرهای دیگه بکنم. مجدی سرپناه میخوای؟ هی بابا، مجدی گفتنت به دلم افتاد. تکلیفش با داداشه، اما امیر خان میترسم، از مردایی که زندون رفتن میترسم. انگار زنده است، زنده پخته. کسی خونه نیست. این چیه میخوری؟ زنده بشه چی کار میکنی؟ میترسی ازش؟ زنده زنده میخوری؟ زنده زنده میخورم. تو هم چه حرفایی میزنی؟ این که دیگه کباب دو متری نیست. یه جور دیگه شه، سرگرم کننده تا. پدرت چطوره؟ اون بهتر نمیشه، فقط درد نباید بکشه. برای همین میخواد عبر ما رو زودتر ببینه. بهت گفتم اردشیر اومده؟
من تمرین اینجور حرفا رو ندارم. لادن، من برای عقد و عروسی آمدگی ندارم، اما برای رفاقت و دوستی تا آخر عمر آمدگی دارم. بگو، حواسم به توه، از اون رفاقتهای خواهر برادری. دوست داشتن من کم نشده، اما از وقتی امیر اومده یاد یوسف رو با خودش آورده. امیر برای من خیلی زحمت کشیده، پدری کرده. حالا درست یا غلط با قانون خودش داره زندگی میکنه، با قانون خودش آدم کش، رفت زندون. اصلا رویش درندگی و خشونت نداره، شده دیگه مثل آدم های غریبه است تو شهر. خودشه دیگه، مثل خودشم که تو تهران کسی نمونده، فقط یوسف براش مونده. واسه من رفته زندان لادن. حالا برم بهش بگم دارم با لادن ازدواج میکنم. من اونقدر معرفت نداشتم که از اون 12 سال اجازه بگیرم. اشکان، من همه چیو میفهمم، تو رو هم خوب میشناسم. متاسفم، من خیلی عاشقت هستم. عاشقت هستم. ببین، من و تو هم نمیتونیم زندگی کنیم. خانواده تو با خانواده من خیلی فرق دارن. ما اصلا لهجه هم دیگر رو نمیفهمیم. بعد از عروسی هم که نمیتونم من مستقل با این گرونی با تو زندگی کنم. این کارم که نمیتونم ادامه بدم. تو هم دوست نداری. بفهم. خدا میفهمم. ببین رضا، هر اتفاقی افتاد، هر اتفاقی دیگه همو نبینیم، برای اینکه حس همو میدونیم. من یه دفعه دیگه تو رو ببینم، ارزش مال زندگی با توه. یعنی خانواده ها حداقل به هم نمیریزن دیگه، هیچ وقت هم دیگه رو نبینیم. جوراب یادمون رفت بخریم. جورابای منم تابستونیه، با آب خور داره. دیگه داداش وقتی یه چیزی خنده داره که میتونم راست رسی بخنده. داداش چرا با من، با شما اینجوری کردم؟ میرم یه قدمی بزنم. بیشه ما درد دل برادرونه میکنیم و گله از دنیا، مگه شما نداریم؟ اما یوسف جون داداش، من پرسیدم حالت سرراست نبوده؟ چند روزه یهو بهتر شد. هر وقتی بگم هر وقتی یه دختری به اسم ستاره میاد پیشت، دو هفته قبل کتاب برات میاره. خوب کاری کردی کتابا رو همه رو بخشیدی. روز به روز حالت بهتر میشه. آدم یهو به هم میریزه. آدمه طولانی و دراز که بشه، حرف مردم رو آدم میمونه. میخواین داداش تعریف کنم؟
یه کسی که بتونه آدم بکشه چجوریه؟ مثل بچگی های هممون که دوست داشتیم ببینیم دوز چه ریختیه. وقتی می دیدیم آشناست یا چقدر بدبخته. داداش امیر مثل گذشتت که نمیشی، مثل حالایی. آی تنهایی. من چرا انقدر دل نازک شدم؟ میدونم از وقتی مادر شدم، اونم دو تا دختر، یه دست نبوده به سر اونا و من بکشه. هیچ وقت دستای من دیگه تو فکر شما تمیز نمیشه. فهمیدم مثل یه خانم گفتی. دستای من عوض نمیشه. دستی که تمیز نیست خونیه، نمیتونه رو سر یه مادر و دوتا دختراش بکشه. قبولی نداره. من نخواستم اینو بگم. امیر خان شما چقدر روکی. من عادت میکنم به شما. دیگه فرصت عادت کردن برای ما نمونده. جای زندگی که کمتر از خود زندگی نیست که. آدم های زندگی رو نمیشه عوض کرد. باید یه فکری واسه راست و ریس کردن خودت بکنی. بسه دیگه بریم. نمیخوای یه سری به رضا بزنی؟ بریم داداش. سر شلوغه، میخواد زن بگیره. گرفته ای؟ میدونم. بیا بلنش، یه مشتری تازه است، دو دفعه تلفن کرد. میبری؟ ببخشید آقا، میشه بی زحمت اینا رو به من کمک کنید؟ بدر جان آقا اینا چیه؟ شام توی جعبه؟ اردشیر کجا؟ برو اردشیر رو صدا کن. ببخشید اینا رو کجا باید بذارم؟ بذار اینجا. بله مادر. این جعبه کفش شام تو جعبه هم از اون نیست. رستوران قطع بود. چه فرقی میکنه؟ خب دوست عزیز چقدر شد؟ رضا تو اومدی اینجا شکار؟ سلام، نگفته بودی اینجور جامعه؟ لج کردی؟ پیتزا آوردی؟ لج؟ لج برای چی؟ این چه خواهی؟ عجب کومیدی، مردم تو با چک بانکی قبول میکنی؟ پوله؟ انام هم میگیرم، کارم. از شما انام نگیرم که هندی میشه.
خسیسه ما بهش هر جوانه آگاهی ما با خبر رضا چیزی نمیبری؟ اگه میبری گرم کنم. قاسم تو چی؟ قهوه‌تو داغ کنم؟ بدم نمیاد. تو خیلی آقایی. رضا داره بچه میشه. هوای بزرگیشو داشته باش. حواسم هست. میونه این شهر 12 میلیونی من باید به قول مادر داماد جعبه کفش ببرم. ببین از ذهنت بیرون کن. لادن از این کمبودا و کمپلکس ها نداره بخواد عمدن یک کاری کنه که تو غذا تو عقدش ببری. امروز حالم خیلی بهتر شد، جون گرفت نبودی گندم در می اومد. تو هیچ وقت تو هیچ شرایطی گنده در نمیاد. میخوام کار کنم، نه نوشتم، کار کن. تو هم نوشتن و کار نمیدونی؟ این که سخته. چه خبره بابا؟ شلوغ چه خبره بابا؟ شلوغ کردی؟ احسان تو کجا بودی؟ ببین باسته باید واسهت بگم چه جوری بود. هیچ جور خاصی نبود. این نقص کنه اینجوری تا موقعی هم که ما اونجا بودیم هنوز آقت نیومده. مگه چیه اینقدر گندش میکنی؟ اصلا مبارک باشه. مبارک اصلا مبارک باشه. ولی نمیدید چقدر خودشون تلا آویزون کرده بود. به جان تو یکیشون گوشواره جنازه لوسترهای دل آدم به هم میخوره از مردی که ایرونی میرقصه با ساعت طلا قد دیواری. خواهش میکنم یواش. اونم کچل میشه که گنده عربی یا حبیبی. قشنگ معلومه که میخواین حرفای دیگه بزنیم. داماد آدم خوبی. چی میگی بابا؟ حرفش رو بزنیم میگی نزنیم. خب برای لادن خیلی خوب بود، اما داماد زیادی سالم بود. حساب خدا تو لادن نه، اونای دیگه. اون زندگی اونجوری طاقت نمی آوردی. خیلی خوشبخت بودم. آره بابا خودکشی میکرد. میترسم هنوز عقد نشده باشه. یه تلفن به لادن بزنیم بپرسیم. اگه کار تموم شده بود یه هورا بکشیم. بابا آروم، چه خبره؟ صدا میره بیرون. اینجا چرا مرده؟ صاحبش کیه؟ هم دیر کردی هم چی کار کردی؟ حالا چی که میکنم؟ بی کار نبودم، با این که هنوز چفت مردم نشدم، اما پولا سهم خانم مجدی خواهر محسن رو دادم. از کلامت پیداست که دستی گردشتی. کار من هم یه جوریه که باز بدونم دوره برم چی میگذره. خواهر محسن به درد تو نمیخوره،
حالا دیگه حرف پیش ما پنهون نمیمونه. زیر رو کشی تموم شد. محسن دربندی خلاف زیاد داره. میافتی تو کیسه های خلافمون. مجدی خانوم دستش تنگه. اما اگه چرخ کوچیک خیاطیش بگرده آبرومند زندگی میکنه. اما فتوله خان بار این زندگی به خلاف زمین میمونه. با پول خیاطی زنه و پول گارسونی برادر درس خونده و فرمون بردن از یه آدم حبسی میشه نون سر بالا. دلت گرفته؟ صحبت کن، سبک بشی. روز به روز خفت قتلی که کردم خفت گلوم میشه. تا عشق و نفهمی نباز حرفشو بزنی. شب با هم بگذرونی. وایسا ممنون. بعد جوری بارون میاد. ماشین داری؟ چتر؟ میام پیشت. سایه نشو مردی که مرد باشو جواب 12 سال سیاه پوشیدن تو بگیر. من وایستادم بدهیم و بهت بدم. تموم کن که راضیم. به جون همون یوسفم. خون من حق تو اون شریفه است. یاد بچت اون عشقت میگه تمومش کن. دیالا جوابت ده. دست لباس سیل میاد. حالا بکن چجوری بریم؟ تو که میگفتی الان بهم میاد که سرکله این استالونه پیدا شد. هرچی تلفن زدم اشغاله. به خدا خواست